سلام دوستان، وقتتون بخیر. در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، دوستان تقاضا کردن که از صفر شروع بکنیم. به دید منت گذاشتیم با استفاده از رفرنس اصلیمون که همون تحلیل تکنیکال جان مورفی هست، مباحث رو پیش میبریم. توی اولین مبحث مهمی که جان مورفی توضیح داده، اومده ساختار چارت رو توضیح داده که به چه صورت هست. خدمتتون قبلا عرض کردم که ما همه مباحث آموزشیمون رو در سایت رهاورد 365 آموزش میدیم. توی سایت رهاورد میایم یه سهمی رو انتخاب میکنیم و اون سهم رو بزرگ میکنیم که من براتون توضیح بدم. اکثر نرم افزارهایی که برای ترید به کار میرن یک چارتی دارن که شما بر اساس اون خرید و فروشتون و تحلیل سهامتون رو انجام میدید. این جدول از یک محور X و Y تشکیل شده. این محور Y‌تونه و این محور X‌تونه. محور X نمودار زمان رو نشون میده که از سمت چپ به سمت راست افزایش پیدا میکنه و محور Y قیمت رو نشون میده که از پایین به بالا افزایش پیدا میکنه. داخل این نمودار ما یک سری اشکالی رو میبینید که بستگی به نمودار با همدیگه متفاوت هستن. اولین شکلی که در کتاب جان مورفی اومده توضیح داده نمودار میله‌ای هست که نمودار میله‌ای میاد بر اساس قیمت کلوز، یعنی قیمتی که قیمت پایانی سهم که سهم فردا با اون باز میشه اصطلاحاً، اونها رو در همه روزها و قیمت‌های کلوز رو به هم دیگه وصل میکنن و از خطوطی که به دست میاد همونطور که میبینید این نمودار بر اساس قیمت و اون تاریخی که این اتفاق افتاده به دست میاد. نمودار میله‌ای خب مزایاش اینه که خیلی شلوغ نیست همونجوری که میبینید، ولی عیبش اینه که فقط بر اساس قیمتی که سهم بسته شده کار میکنه و اینکه شما یک سری داده هایی که مثلا در این روز آخری که این اتفاق افتاده نمیبینید که قدرت خرید و فروش چه صورت بوده، سهم روی چه قیمتی باز شده و روی چه قیمتی بسته شده. نمودار بعدی که توضیح داده نمودار میله‌ای هست که توضیح داده. نمودار میله‌ای همونطوری که اینجا شکلش رو کشیده شده بر اساس قیمت پایانی، قیمت کف مجاز و قیمت سقف مجازی که در طول اون روز معامله‌گر میتونه توی این بازه زمانی خرید و فروشش رو بکنه بسته شده، یک میله کشیده میشه و اینکه رنگ اون بر اساس خرید یا فروش اون در نمودارهایی که اومده همونطور که اینجا دارید مشاهده میکنید قرمز یا سبز. خب حالا این به چه معنی هستن این نمودارها؟ ببینید من یه مثالی براتون میزنم. مثلا بازه قیمتی در این روز از این قیمت بوده تا این قیمت، یعنی قیمت کفمون اینجا بوده، قیمت سقف مجاز خرید و فروشمون این ناحیه بوده. خب من الان روی این نمیکشم که شما ببینید، یه مقداری بزرگترش میکنم که درست متوجه بشید، چون بعضی از دوستان با این نمودارا دوستان کار کنن. خب اولین میله‌ای که میبینید که متصل به این نمودار، به این میله اصلی ما هست، یه میله کوچیکی متصل به این هست همونطوری که میبینید. وقتی که این میله سمت چپ باشه، یعنی اینکه ورود سهممون از نقطه به سمت مثبت بوده، یعنی ورود مثبت بوده میاد بالا، این نقطه اولیه که خرید و فروشمون صورت گرفته و سهم تا صفحه خرید پیش رفته، یا اینکه اینجا از صف فروش شروع شده، یعنی از کف قیمت خرید و فروش ها شروع شده تا نزدیکی های صف خرید هم پیش رفته. ولی در نمودارها در روزهایی که سهم منفی بوده مثل اینجا
سهم از نقطه ورود به سمت پایین پیش رفته و در صف تقریبا نزدیک صف فروش سهم مونده، یا اینکه اینجا توی صف خرید با حجم خیلی خیلی کمی مونده، یعنی حجم بالا پایین نشده و توی صفهای خرید گیر کرده و بازه ای رو نداشته که بالا، یعنی حجم بسیار زیادی معامله نشده. هر چقدر که ارتفاع فاصله این خطوطی که به این وضع شد، یعنی ورود و خروج ها بیشتر بشه، حجم خرید و فروشش هم کمتر و بیشتر میشه. نمودار بعدی که توضیح داده نمودار کندل استیک که در اکثر، یعنی اکثر چارتیست ها از اون استفاده میکنن و این نمودار هم محورهای ایکس و وایش ثابت همیشه توی همه نمودارها، همین هم از اون قانون استفاده میکنه. نقطه کف داره، یعنی مینیموم قیمتی که شما میتونید توی اون با روز خرید و فروش بکنید و ماکسیموم قیمتی که میتونید خرید و فروش بکنید رو داره. هر کندل یا همون شمع، چون شکل شمع هستن این اس رو براشون گذاشتن، از سه قسمت تشکیل شده. من یکی بدنه اصلیه که این قسمت سبزه، یا این که این قسمت قرمزه، یکی قسمت هایمونه، قیمت هایمونه، قیمت لومونه، و یکی هم این به اصطلاح سایه هایی که زیر کندل ها یا روی کندل ها وجود دارن که هر کدومشون تفسیر خودشون رو دارن. اگه کندلمون سبز باشه یا سفید باشه در بعضی از نمودارها، یعنی اینکه سهم مثبت بوده، معاملات مثبتی توشون صورت گرفته و رو به رشد بوده، و اگه کندلمون قرمز باشه، یعنی اینکه سهم ریزشی بوده و معاملاتش به سمت منفی پیش رفته. خب این یه چیز اجمالی بود، میدونم همتون بلد هستین، ولی خب چون بر اساس کتاب پیش میریم باید توضیح بدیم. خب اینجا اومده نمودار میله‌ای رو توضیح داده و اینکه نمودار کندلستیک رو اومده روزانش رو گذاشته و توضیحاتش رو داده. یه نکته مهمی که اینجا اومده توضیح داده من براتون بگم، این نمودارهایی که میبینید، یعنی در همه ابزارهای خرید و فروش مارکتینگ، در یه قسمتشون ما اوتو که خب میاد بر اساس قیمت و زمان اینا رو جوری بچینه که قابل دیدن باشن، ولی یه قسمتی داریم نوشته لوگ. این لوگ چیه؟ ببینید بچه ها، ما دو نمونه نمودار داریم. از این دو نمونه نمودار، یعنی یک نمودار، خب ما دو حالت بررسی داریم. یکی تو حالت حسابیه که اینی که الان اگه این چراغ لوگتون خاموش باشه، خب لوگاریتمی، در صورتی که شما روی لوگاریتمی کلیک بکنید، این قسمت رو داشته باشید بچه‌ها، ببینید چه تغییراتی انجام میشه. این قسمت رو، خب، و این قسمت، میبینید که یک تفاوتهایی در طول اینها وقتی که نمودارتون رو عوض میکنید پیش میاد. پس این نکته رو داشته باش. اگه این خاموش باشه، شما دارید بر اساس نمودار حسابی پیش میرید، ولی اگر روی این کلیک بکنید و به رنگ آبی در بیاد، شما دارید بر اساس لوگاریتمی پیش میرید و هر آیتمی رو که توی نمودارتون دارید ازش استفاده میکنید که بر اساس حساب و کتاب داده‌ای پیش میره، مثل فیبو که میزنید، باید بر اساس لوگاریتمی پیش برید. خب حالا این لوگاریتمی یعنی چی؟ من بیام براتون توضیحش رو بدم که نمودار لوگاریتمی چیه. جان مورفی اومده توی کتابش گفته چی؟ گفته که نمودار لوگاریتمی، این اسکل یعنی اندازه، میگه که این نمودار حسابی منه. خب اندازه نمودار حسابی اگه از 0 تا 10 حساب بکنی، توی این اسکیلش هیچ فرقی بین 0 تا 1 اندازه شون 1 تا 2 میبینید، یک اندازه واحدی داره. مثلا اگه 1 سانتی متر باشه، همه اینا 1 سانتی متر پیش رفت. ولی در نمودار لوگاریتمی اسکیلش فرق میکنه. فاصله 1 تا 2 رو ببینید، به اندازه 3 این اومده بالا. 2 تا 3 تقریبا تا حدودای 5 اومده بالا، 4 تا 75 اومده بالا. یعنی عدد 4 ما توی این مساویه با 6 شده. و همینطور هرچه بالاتر میاییم و
فاصله ها کمتر میشه، یعنی اول فاصله ها خیلی زیادن تا عدد 4، از عدد 4 تا 5 مساویه با 7 میشه و از عدد 5 به بالا که میریم، یعنی از وسط تقریبا وسط 5 عدد وسطیمون که بالاتر میریم از 50%، فاصله هامون کمتر میشه برخلاف این طرف که اندازه همدیگه هستن. حالا من اینو نوشتم اینجا که دلیلش چی میتونه باشه. نمودار لوگاریتمی میگه چی؟ در این نمودار تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری میشود. برای درک بهتر میتوان گفت که حرکت قیمت از 10 تا 20 توی نمودار لوگاریتمی بسیار بزرگتر از حرکت قیمت از 50 تا 60 نشان داده میشود. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو نگاه بکنید، از 10 تا 20 که میخواید بیایید، خب خیلی بزرگتر از این بازه‌ایه که این طرف شما دارید. پس تفاوت زیادی توی چارتتون میتونه به وجود بیاره. خب در ادامه گفته چی؟ در ادامه گفته دلیلش اینه که از لحاظ درصدی صعود از 50 تا 60 درصد معادل 20 درصد رشده، اما از صعود از 10 تا 20 درصد معادل 100 درصد صعوده. نمودارهای لوگاریتمی بر اساس صعود درصدی ایجاد شدن و صعود از 10 تا 20 را معادل صعود از 50 تا 100 نمایش میدن. به نظر جان مورفی به صورت عمومی تفاوت ما بین دو مقیاس برای دوره‌های زمانی کوتاه مدت خیلی اهمیتی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیایید توی یه بازی 2 هفته، 3 هفته یا 1 ماه دوره کوتاه مدت بخواید از چارتتون استفاده بکنید، اینجا خیلی فرقی نمیکنه که مثلا توی این بازی کوتاه مدت مثلا 2 ماهه، خب توی این بازی کوچیک ببینید خیلی فرقی نمیکنه که از نمودار حسابی استفاده بکنید یا لوگاریتمی. ولی وقتی که بازه زمانیتون رو خیلی بزرگ کردید، چند ساله کردید، اون موقع ببینید تفاوت نمودار لوگاریتمی، ببینید از سال 2012 تا الانی که هستیم، وقتی لوگاریتمی رو خاموش میکنی و نمودارت حساب میشه، تفاوت ها اینجا مشهود میشه. پس این نکته رو داشته باشید. همون جوری که توی کتاب جان مورفی اومده، خب یعنی این تجربه ای هم که ما داریم اینه که هر موقع خواستید در نمودارهاتون استفاده بکنید، اولا که باید از یک چیز واحد استفاده بکنید، خب یعنی این که همیشه از لوگاریتمی استفاده بکنید یا حسابی. دوم این که در بازه های طولانی مدت، خب مثل این که الان نمودار مثلا فرض کنید من میام از 2012 تا 2022 که یه نمودار 10 سالش میشه، چارت 10 سالش میشه، اگه لوگاریتمی اگه حسابی باشه چقدر اختلاف ببینید با لوگاریتمی هست. پس اکثر حرفه‌ای‌های بازار در بازه‌های طولانی مدت از لوگاریتمی استفاده میکنن نه حسابی. و نکته‌ای که من توی بحث فیبوناچی نگفتم خدمتتون فکر کنم این که هر موقع که از ابزار فیبو میخواید استفاده بکنید، من یه فیبو اینجا میزنم، توی تنظیماتش که میرید، خب این قسمت پایین یکی نوشته فیب لول بیس آن لوگ اسکیل، یعنی چی؟ اگه تیک اینو بردارید شما الان نمودارتون حسابیه، خب پس میتونید تیک اونو بردارید و از لوگاریتم حسابی استفاده بکنید. ولی وقتی که تیک لوگاریتم زدید و چارتتون لوگاریتمی شد، حتما باید بیایید اینجا و تیک فیبوتون رو بزنید و بعد از ابزار فیبو استفاده بکنید. یک نکته دیگه ای که هست توی این نمودار این که توی این قسمت که الان ما باهاش کار داریم، این که من فقط توی این قسمت اینو بگم که طول این کلیپمون زیاد نشه، تایم زمانی هست که شما چارتتون رو میکشید. ببینید من توی این تایم زمانی الان روزانه است، دیلیه، خب این چارتم رو دارم، خیلی بزرگ و شلوغه و اگه بخوام این فولاد رو تحلیل کنم که ببینم چی میشه به درد سر میفتم، چون خطوطی رو باید بکشم، فیبو بزنم، ابزار بزنم، اینو گم میکنم. خب پس برای اینکه خیلی راحت تر کارتون انجام بشه، ببینید از چارت زمانی بزرگتر در سهمایی که تاریخچه خیلی بالایی دارن مثل این میاد هست سهم ها، مثلا من میام 1 ساله رو انتخاب میکنم، ببینید با چند تا کندل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 کل 14 سال حضورش توی بورس رو به من داد.
تایم 12 ماه میاد چیکار میکنه؟ 12 ماه سال رو یک هندل حساب میکنه و اون رو براتون میکشه، یعنی در طی امسال خب این سهم از چه قیمتی شروع شده، بازه اصلی شروعش کجا بوده، انتهاش کجا بوده و در این بازه در چه قیمتی بالا و پایین شده. یا اینکه مثلا میام چارت 3 ماهش رو حساب میکنم، یا اینکه میام چارت ماهانش که خیلی پرکار برده حساب میکنم. ببینید دروازه ماهانه من اینجا اگه بخوام مقاومت ها رو ترسیم کنم، فیبو بزنم، یا اینکه خطرمندش رو بکشم چقدر راحت میشه. مثلا من میام یه خطرمند اینجا میکشم، این صرفا فقط برای آموزشه که متوجه بشید که این توی بدون تعدیل. خب فرض میکنیم من این خط روند رو کشیدم تو بازی ما. همیشه باید وقتی که یه سهم رو تحلیل میکنید دوستان، 2 صفحه 3 صفحه داشته باشید. ببینید من این خط روند نقطه اولم خورده، نقطه دومم خورده که تو کلیپ بعدی توضیح میدم خدمتتون، نقطه سومم میخوام ببینم این چقدر تا کجا میتونه برگرده. توی ماهانه من اینجوری پیداش میکنم، میام میرم یه چارت دیگه باز میکنم، اینجا چارت روزانه، همین رو تبدیل به روزانه میکنم. ببینید این همون خط روند ماهانه ایه که من کشیدم. خب از همون قله که بود، قله بعدی، کف بعدی و اینجا ببینید و اینجا. خب و این رو اگه تبدیل به 1 ساعته بکنم، ببینید چقدر ریزتر میشه و توی 1 ساعته من دقیقا میتونم این نقطه برخورد و ورود خودم رو پیدا کنم که توی جلسه بعدی بهتون میگم. خسته نباشید دوستان.